بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود بر شما بینندگان گرامی. من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. ترک تحصیل گسترده دانش آموزان به دلیل فقر، بیش از 1,600,000 نفر بازمانده از تحصیل. واکنش ها به تخریب میدان شهید مزاری از سوی طالبان. خطر اعدام شهروند آمریکایی افغانستانی تبار در چنگال القاعده. و منطقه مسلمان نشین فیلیپین پس از خود مختاری برای اولین انتخابات دموکراتیک آماده می شود. وقت شما بخیر. افزایش فقر و مشکلات اقتصادی در ایران باعث شده است تا بیش از 1,600,000 دانش آموز از تحصیل باز بمانند. این روند نگران کننده به ویژه در میان پسران به دلیل نیاز خانواده ها به نیروی کار و کاهش چشماندازهای شغلی پس از تحصیلات شدت گرفته است. کارشناسان هشدار می دهند که سیاستهای فعلی نتوانستند مانع از ترک تحصیل گسترده شوند. توجه شما را به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده جلب می کنم. رسانه های ایران از افزایش نگران کننده ترک تحصیل میان دانش آموزان به دلیل مشکلات اقتصادی خبر می دهند. بر اساس آمارهای رسمی بیش از 1,600,000 نفر از ادامه تحصیل بازماندند که عمدتاً ناشی از فقر و فشارهای معیشتی است. روزنامه شرق در گزارشی اشاره کرده که آموزش و پرورش دیگر توانایی تغییر وضعیت اقتصادی افراد را ندارد. تا 2 دهه پیش تحصیلات راهی برای ارتقای جایگاه اجتماعی بود، اما امروز بسیاری از دانش آموزان ترک تحصیل و ورود به بازار کار را و ماندن در کلاس‌های درس ترجیح می‌دهند. از نظر آنان تحصیل آینده‌ای روشن ندارد و کار کردن به عنوان راهی سریع‌تر برای تأمین معاش خانواده محسوب می‌شود. آمارها در برخی از استانها نیز بسیار نگران کننده است. به عنوان نمونه، استان آذربایجان غربی با 10% بازماندگان از تحصیل دومین استان با بالاترین نرخ ترک تحصیل است. در سطح کلان نیز آمارهای منتشر شده نشان می دهد که تورم بالا و فقر نقش اصلی در محرومیت از تحصیل داشتند. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران اعلام کرده که سیاست‌های فعلی برای کاهش آمار ترک تحصیل کافی نبوده و این روند همچنان در حال افزایش است. مشکلات معیشتی و اقتصادی در دهک‌های پایین جامعه همچنان از عوامل اصلی بازماندگی از تحصیل در ایران محسوب می‌شود. امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران پیرامون این گزارش میهمان ما هستند. آقای فراغت سلام. با توجه به افزایش ترک تحصیل دانش آموزان به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی، به نظر شما چه اقداماتی میتواند در کوتاه مدت و بلند مدت مانع از ادامه این روند نگران کننده در میان خانواده های کم درآمد شود؟ بفرمایید. درود و ادب و احترام. من ابتدا میخوام راجع به خبر دلخراشی که امروز در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشد صحبت کنم. دختر 17 ساله به نام یلدا در شهرستان باغملک از توابع استان خوزستان به دلیل ناتوانی خانواده در خرید لوازم تحریر در آستانه بازگشایی مدارس به زندگی خودش پایان داده. این واقعا این خبر بسیار بسیار دردناکه برای ملت ایران. از اون بر اصل 30 قانون اساسی داره میگه دولت موظفه وسایل آموزش پرورش رایگان رو برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کنه. ایران کشور ثروتمندیه، روی نفت و گاز خوابیده. به چه دلیل باید
1,600,000 نفر دانش آموز به دلیل مشکلات اقتصادی و فقری که گریبانشون گرفته از تحصیل باز بمونن. باید توی سیاست ها تجدید نظر کنن و این ما داریم شرمنده میشیم. ما توی دنیا داریم نگران کننده است اوضاع احوال کشور ما، کشوری که در مجموع نفت و گاز کشور دوم هست، اما این فقر و فلاکت دامنگیر شده و نمونه بارزش همونطوری که در گزارش خوبتون اومده 1,600,000 نفر دانش آموز نمیتونن تحصیل کنن. من استدعایی که از مسئولان جمهوری اسلامی میدارم اینه که نمیخواد پول نفت و پول آب و برق و اینا رو مجانی کنن، همون اصل 3 قانون اساسی رو رعایت کنن و خودشون رو موظف بدونن که تحت پوشش قرار بدن به صورت رایگان دانش آموزان مملکتمون رو. بله ممنونم. با تشکر از امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. در ایالت اغری ترکیه، مکانی که بر اساس تحقیقات انجام گرفته نشان می دهد بقایای کشتی نوح در آن قرار دارد، باعث جذب گردشگران و محققان به این مکان تاریخی شده است. اعتقاد به این که بقایای کشتی حضرت نوح علی نبینا و آله و علیهم السلام در ایالت آغری در شرق ترکیه وجود دارد، همین امر سالانه هزاران گردشگر داخلی و خارجی را به خود جذب کرده است. مسجد برول در نزدیکی کلن غربی آلمان با حضور شخصیت‌های ترکیه و آلمانی و ساکنان مسلمان منطقه افتتاح شد. ساخت این مسجد که متعلق به جامعه اسلامی نگرش ملی است، 8 سال به طول انجامیده است. گفتنی است ترکیه به علت حضور مسلمانان بیشمار در آلمان فعالیت‌های مساجد سازی بیشماری داشته است، به طوری که در آگوست امسال نیز مسجد هیکرت انجمن امور مذهبی ترکیه اسلامی در شهر هاچنبورگ در ایالت راینالد فالس آلمان ساخته شد. انجمن هنرهای اسلامی اعلام کرده است که 11 جشنواره سالانه هنرهای اسلامی در دانشگاه هیوستون واقع در ایالت تگزاس آمریکا برگزار می شود. این جشنواره 2 روزه کار خود را از 9 نوامبر آغاز می کند و در روز 10 نوامبر پایان می دهد. شاهین رحمان، رئیس انجمن هنرهای اسلامی هیوستون، در این باره گفت این جشنواره بستری را برای تقویت درک فرهنگی فراهم می کند و زیبایی و وحدت موجود در تنوع را برجسته می کند. آژانس پناهندگان سازمان ملل روز گذشته اعلام کرد که درگیری، ناامنی و تغییرات آب و هوایی در سومالی بیش از 342,000 نفر را در 8 ماه اول سال 2024 آواره کرده است. بر اساس گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، زنان و کودکانی که با خطر ناامنی شدید روبرو هستند، 80% از جمعیت آواره را تشکیل می دهند. شاید ذکر است از جمله عوامل اصلی ناامنی در سراسر سومالی درگیری مسلحانه بین نیروهای امنیتی و ارتش سومالی با گروه سنی های تندروی الشباب می باشد. سازمان ملل متحد روز گذشته اعلام کرد تاکنون 503 نفر در چاد بر اثر وقوع سیل جان خود را از دست دادند. شاین ذکر است آمار نشان می‌دهد از ماه ژوئیه تا کنون بیش از 1,700,000 نفر تحت تأثیر بارش‌های سیل‌آسا قرار گرفتند. گفتنی است این بارش‌ها همه استان‌های این کشور را فرا گرفته و به تلفات جانی و خسارت‌های مادی منجر شده است. همچنین سیل به بخش دام و طیور کشور چاد نیز خسارت‌های قابل توجهی وارد کرده است. یک بررسی جدید نشان می‌دهد که آلودگی هوا و بالا رفتن دما تعداد سکته‌های مغزی را در سراسر جهان افزایش داده است.
مقاله‌ای که در مجله لنست نورولوژی منتشر شده است نشان می‌دهد که تعداد افراد مبتلا به سکته مغزی در جهان طی 3 دهه گذشته به شدت افزایش یافته است و آلودگی هوا، افزایش دما و عوامل سبک زندگی به این افزایش کمک کرده‌اند. در حال حاضر سکته مغزی سالانه نزدیک به 12 میلیون نفر را درگیر می کند و موجب 7 میلیون مرگ می شود. به گفته اخترشناسان یک سیاره که در پایان ماه جاری میلادی اوایل مهر ماه به قدری به کره زمین نزدیک خواهد شد که به طور موقت وارد مدار آن می شود و پدیده ای را به وجود خواهد آورد که به عنوان ماه کوچک شناخته می شود. این سیاره که برای اولین بار در تاریخ 7 اوت توسط ناسا در کمربند سیارکی ارجون شناسایی شد، چرخش خود به دور زمین را از 29 سپتامبر آغاز خواهد کرد و تقریبا 2 ماه تا 25 نوامبر در این مدار باقی خواهد ماند. گفتنی است این سیاره که در مقایسه با اندازه قمر زمین بسیار کوچک است و طول آن نزدیک 10 متر است. پژوهشگران دریافتند که بیشتر بیماران 50 مورد نخست پیوند صورت در جهان دست کم 1 دهه زنده ماندند. از سال 2005 تا کنون در مجموع 50 عمل پیوند صورت روی 39 مرد و 9 زن انجام شده است که اکثر آنها حدود 35 سال سن داشتند. نویسندگان این پژوهش میگویند که این یافته ها دلگرم کننده اند و نشان میدهند که پیوند گزینه‌ای مؤثر برای بیماران دچار نقایص شدید صورت است. گروه طالبان میدان و تندیس یادبود شهید عبدالعلی مزاری از رهبران فقید شیعیان هزاره در افغانستان را تخریب کردند. این اقدام گروه طالبان از سوی بسیاری از شهروندان این کشور در راستای سیاست‌های مبتنی بر تبعیض قومی و مذهبی، تلاش برای تخریب نمادهای هویتی اقوام و ویرانی شیرازه وطنداری و همزیستی دانسته شده است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. شهرداری کابل که اکنون تحت کنترل طالبان فعالیت می‌کند، با همکاری نیروهای مسلح طالبان میدان و تندیس یادبود شهید مزاری در غرب کابل را تخریب کردند. حکومت طالبان می‌گوید این میدان را برای بهسازی تخریب کرده است و میدانی جدید با نامی دیگر را احداث خواهد کرد. تخریب میدان و تندیس یادبود شهید عبدالعلی مزاری، رهبر فقید هزاره ها و شیعیان افغانستان از سوی طالبان در غرب کابل واکنش های گسترده ای را در پی داشته است و تلاشی برای ایجاد تفرقه و هزاره زدایی دانسته شده است. شماری از سیاستمداران و نویسندگان هزاره در واکنش به تخریب میدان شهید مزاری از سوی طالبان گفتند که این اقدام نقطه اوج هزاره زدایی در افغانستان است. به گفته آنان نام هزاره در شریعت طالبانی گناه و در سیاست جرم است. شورای جهانی هزاره ها در واکنش به این اقدام طالبان در قطعنامه‌ای آن را جنایت و نسل‌کشی فرهنگی علیه شهروندان هزاره در این کشور عنوان کرده است. محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، تخریب میدان شهید مزاری و تندیس او را تعرض آشکار به هویت جهادی و قومی یک بخش بزرگی از مردم افغانستان و یک عمل نفرت انگیز دانست است. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز در واکنش به تخریب تندیس و میدان شهید مزاری گفته که این شهدا با مبارزات درخشان به خاطر آزادی و عدالت در دل تک تک این مردم جا دارند. رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، تخریب میدان و تندیس شهید مزاری در غرب کابل را بخشی از تلاش طالبان برای ایجاد تفرقه میان اقوام افغانستان دانسته است. این گروه در بامیان نیز تندیس یادبود شهید مزاری را تخریب کرده بودند.
طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان به صورت گسترده دست به اعمال تبعیض، سرکوب و تلاش برای حذف هویتی علیه شیعیان هزاره در افغانستان زده است. این گروه به تازگی فقه جعفری را از رسمیت خارج نموده و تدریس آن را حتی در استانهای شیعه نشین منع کردند و با عزاداران شیعه در ایام محرم برخوردی خشن و تبعیض‌آمیز داشته و شدیدترین محدودیت‌ها را وضع کردند. محمود شاه حبیبی، شهروند آمریکای افغانستانی تبار، در پی تحویل به شبکه القاعده توسط طالبان در معرض خطر اعدام قرار دارد. در حالی که اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI در حال بررسی ناپدید شدن وی است، سارا آدامز، مأمور سابق سیاه، هشدار داده که بی‌توجهی دولت ایالات متحده ممکن است به قیمت جان این آمریکایی تمام شود. وضعیت بحرانی محمود شاه حبیبی، نگرانی‌ها درباره امنیت شهروندان افغانستانی تبار و عواقب قدرت طالبان را تشدید می‌کند. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. شهروند آمریکایی افغانستانی تبار محمود شاه حبیبی در معرض خطر جدی اعدام به دست شبکه القاعده قرار دارد. اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI اعلام کرده که در حال تحقیق در مورد ناپدید شدن وی در افغانستان است. سارا آدامز، مأمور سابق سیا، در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده که طالبان حبیبی را به القاعده تحویل دادند و او به دلیل ارتباطش با مرگ ایمن الظواهری، رهبر پیشین القاعده، در خطر قرار دارد. آدامز با انتقاد از طالبان ادعا کرد که این گروه به ایالات متحده دروغ گفته و هیچ گونه حمایتی از شبکه القاعده ندارد. او هشدار داد که اگر دولت آمریکا فوری اقدام نکند، القاعده ممکن است یک آمریکایی را به قتل برساند. ایمن الظواهری در سال 2022 در حمله هوایی در کابل کشته شد و حضور او در افغانستان تعهد طالبان به عدم پناه دادن به تروریست ها را زیر سوال برد. محمود شاه حبیبی که در دوران حکومت پیشین افغانستان رئیس سازمان هواپیمایی بود، پس از سقوط آن حکومت به عنوان کارمند یک شرکت خصوصی مشغول به کار شد. طالبان او را به اتهام همکاری با آمریکا و افشای محل اقامت از ظواهری بازداشت کردند. FBI همچنین از عموم مردم خواسته است هر گونه اطلاعاتی در مورد حبیبی را با این اداره یا نزدیکترین سفارت آمریکا در میان بگذارند. این حادثه نشان دهنده خطرات جدی پیش روی شهروندان افغانستانی تبار و مشکلات سیاسی و امنیتی در افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان است. منطقه خودمختار مسلمان نشین بنگ سامارو در مینداناو جنوبی در فیلیپین برای نخستین بار در تاریخ خود به سوی برگزاری انتخابات دموکراتیک گام برمی‌دارد. این انتخابات که قرار است در ماه می 2025 برگزار شود، فرصتی مهم برای ارزیابی روند صلح در این منطقه به شمار می‌آید. با توجه به وضعیت کنونی و چالش‌های پیش رو، این انتخابات می‌تواند نشان دهنده تمایل مردم به حفظ صلح و مشارکت فعال در زندگی سیاسی باشد. همکارم در گزارش خود این موضوع را مورد واکاوی قرار داده که با هم می‌بینیم. منطقه خودمختار مسلمان نشین بنگ سامورو در مینداناو جنوبی در فیلیپین به زودی برای برگزاری نخستین انتخابات دموکراتیک خود آماده می‌شود. این انتخابات قرار است در ماه می 2025 برگزار شود و به عنوان یک آزمون مهم برای روند صلح پایدار در این منطقه به شمار می آید. حسین اوروج، نماینده ترکیه در تیم نظارت سه‌جانبه بنگ سامورو، تأکید کرد که این انتخابات می تواند تأثیر قابل توجهی بر روند صلح و امنیت در منطقه داشته باشد. وی اشاره کرد که در صورت برگزاری انتخابات در محیطی امن، جبهه آزادی بخش اسلامی مورو می تواند اکثریت آرا را به دست آورد و به حکومت خود ادامه دهد.
حسین اوروج همچنین بر ضرورت ایجاد عفو عمومی برای تسهیل روند صلح تاکید کرد و افزود که تشکیل کمیسیون عفو عمومی در ژانویه به تصویب رئیس جمهور فیلیپین صورت گرفته است. او تصریح کرد که مشکلاتی در راستای خلع سلاح 40,000 عضو جبهه آزادی بخش اسلامی مورو و ادغام مجدد آنها در جامعه وجود دارد. این انتخابات فرصتی برای نشان دادن اراده مردم برای حفظ صلح و همکاری با نهادهای دولتی خواهد بود. با این حال چالش‌هایی از جمله تأخیر در ادغام نیروهای پلیس و وجود اسامی برخی از اعضای جبهه آزادی بخش اسلامی مورو در فهرست افراد تحت تعقیب می‌تواند بر روند انتخابات تأثیر بگذارد. تحلیلگران امیدوارند مردم این منطقه با انتخاب نمایندگانی شایسته گام‌های مؤثری در راستای صلح و توسعه این سرزمین بردارند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ترک تحصیل گسترده دانش آموزان به دلیل فقر، بیش از 1,600,000 نفر بازمانده از تحصیل. واکنش ها به تخریب میدان شهید مزاری از سوی طالبان. خطر اعدام شهروند آمریکایی افغانستانی تبار در چنگال القاعده. و منطقه مسلمان نشین فیلیپین پس از خودمختاری برای اولین انتخابات دموکراتیک آماده می شود. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. اللهم اجل ولیک الفرج، یا علی، خدایا رو نگهدارتون.